أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عرض ادب و احترام محضر شما برادران خواهران بزرگوارم، تسلیت عرض میکنم ایام رو، ایام فاطمیه رو، شهادت سردار سلیمانی رو. حقیقتا من سختم اینکه شهید برازنده ایشونم، تا خود باورمون نمیشه که لفظ شهید رو برای ایشون داریم استفاده میکنیم. و شهدای حادثه هواپیما رو. امام یه جمله معروفی داره که مجلس در رأس امور است. درست میشه آقا، ما مثل موتور هوندا مارمارم گرم میشیم. بعد امام یه جمله معروفی دارن که مجلس در رأس امور است. به عنوان کسی که من خیلی وقت گذاشتم روی مشکلات کشورم و راه حلاش، اول من این مشکلات ناشی از چیه و دوم این که راه حل داره یا نداره، سوم من حالا که راه حل داره کجا باید این رو درست کنه، من که واقعا کجا باید شروع بشه. ببین شما، ما یه دور و تسلسل میبینیم، یه چرخه میبینیم، بالاخره یه جا باید این گره رو باز کرد دیگه. شما دونه‌های تصویر دوره هم جا افتادن چه میچرخن، از یه جایی باید اینو باز کرد، دونه‌ها رو کشید بیرون تا مشکلات برطرف بشه. اینم به شما عرض بکنم، کشور ما حقیقتا امکانات حل این مشکلاتو داره. واقعا ببین، کلا سر خودمون نذاریم دیگه، بعضی چیزا سخته، بعضی کارا آسونه. این که ما مثلا مشکل مالیمون رو حل بکنیم این شدنیه، این که ما نیازی نداشته باشه اقتصادم به فروش نفت این واقعا شدنیه. کشور ایران 18 اقتصاد بزرگ دنیاست همین الانش، منتها مدیریت غلط داره صورت میگیره تو کشور. شما، من مملکت رو میخوام مثال بزنم، شبیه اینو میبینم که نفر رفته از چشمه با آبکش آب بیاره، هی توران میریزه، آخرش هم قد یه قاشق آب میمونه، همم شاکیان، همونا که تو راهن، همین کسی که منتظر آبه خب نمیریسه، در حالی که خیلی کشورهای دیگه با یه کاسه رفتن آب آوردن، خب کاسه دیگه سوراخ نیست. اگر این عایق بندی بشه خیلی اتفاقات بزرگی میفته. اصلا کشور ما امکان ایجاد رفاه برای 200 میلیون جمعیت رو داره. اینا واقعی ها، یعنی یه کاری کردن، یه گندایی زدن برای از این مسئولین ما که اینا رو دارن میگه، مردم فکر کنن چیز عجمیان رو نخواستیم، تو 70 میلیون درست کن نخواستیم مثلا بره. اینا واقعا شدنیه، منتها برای کسایی که اهل جهاد باشن، اهل کار باشن، اهل دقت باشن، اهل اخلاص باشن، اهل برنامه ریزی باشن، اون کسی که بخواد واقعا جهادی کار بکنه، اگه بخواد مفخور باشه و چشمش به دست اینو باشه، نه هیچ کاری نمیشه کرد. اقتصاد چین هم بدی به دست برخی از این مسئولین ما، در کمتر از 2 جوری بزننش زمین که هیچ اقتصاد دانی نتونه اینا رو بکنه. واقعا ما همین دیروز با یکی از اساتید دانشگاه علامه جلسه داشتم دفتر خودمون، بهش گفتم ما قبول داری بعضی از این اتفاقاتی که توی اقتصاد ما داره میفته کیس استادی میتونه بشه بعدم بر کل دنیا؟ گفت خدا شاهده من همین رو دانشجوام گفتم. یعنی چه؟ یعنی مورد مطالعاتی که تو دانشگاه های دیگه تدریس بشه که این ایرانی ها داشتن چی کار میکردن. یعنی سوال برانگیزه ها. از طرفی هم شفافیت تصمیم گیری تو مملکت ما وجود نداره. یعنی چی؟ یعنی ما نمیفهمیم یه نفر که خرابکاری کرد این عاملش کی بود؟ اون کسی که بالاخره یه نفر مشاوره ای داده یا دستوری داده، یه نفر تصمیم گرفته. آقای اومدن گفتن آقا بنزین اینجوری کنیم ما تورم نخواهیم داشت. یادتونه؟ گفت تورم 4% 6% چیز کوچیکی گفتن. گفتن نخواهیم داشت همینقدر. خب آقا ما تورم بیشتر از اینا در احساس کردیم. او بنده خدا که گفته 4% 6% بیاریم ما سلام علیکی باش بکنیم. چون اینا شناخته نمیشن خیلیش راحته. 2 بعد دوز تصمیم دیگه میگیرن. همین آقای نوبخت خوب میشه برنامه ریزی میکنه، همین آقای نیلی اینا میشن تصمیم میگیرن برای اقتصاد ما. آقای نشستن دور هم یه جلسه گذاشتن توی هیئت دولت که دلار چند ببندیم، انگار که میخواستن قیمت گوسفند تعیین کنن. یکی گفت 4، میگه آقا 4500. جهانگیرم گفت آقا معامله جوش بخوره 4200 جهنم زره، معامله تموم شه. آقا چرا 4200؟ چرا 100 تومن کمتر نه بیشتر؟ نه بابا، اینا باید فکر بشه. ما مشکلاتی داریم ساختاریه، یعنی قاعده و قواعدش اینا مشکل داره، اینا تا حل نشه همون
ظرف چون آبکش نمیره آب میاری. اول جان دفع شر موش کن، وانگهان در جمع گندم جوش کن یا کوش کن. آره موش ها رو بگی بنداز بیرون، بعد جمع گندم جمع کن. اول این سوراخ ها رو ببند، بعد یه آب جمع بکن. خب این نمیشه که. مشکلات اقتصادی ما ریشه ها پلن ارزیمون مشکل داره. خوب نفت فروختیم، تورم داشتیم. بعد نفت فروختیم، دوباره تورم داشتیم. چه سیغه‌ایه؟ چه مدلی آخه؟ هیچ کم نمیدین رو حل کنه. دعوا چه دم انتخابات؟ ای دوزده تو دوزدی، نه اون یکی دوزده. مردم هم میگه همتون دوزدی. نسبت هایی که این آقایین تو مناظره های ریاست جمهوری به هم دادن، امام خمینی به شاه نداده بود. نه حقیقتا همینه دیگه. یک نسبت هایی گفت تو دوزدی، چپی و یکی گفت تو دوزدی، راستی بگی تو دوزدی، مردم گفتن او اینا که جفتشون دوزدن دیگه. داریم دعوا میکنیم که آقا این درخت 5 تا سیب داد یا 4 تا سیب داد. در این که دیگه درختی بود، شاخه‌ای داشت، برگی داشت، سیبم داد، دیگه شکی نیست. انقدر تو فرع اینا بحث کردن اصلش جا افتاد بر مردم. آقا اومدن اینا به هم اتهام وارد کردن، یا دارن حرف مفت میزنن یا واقعی. اگه واقعی پدرشونو در بیاره، اگه حرف مفته پدرشونو در بیار. نشر اکاذیب دروغ طرف اومده گفته، اومده گفته یه دزد. آقای وزیر رفاه موقعی که میخواست استیضاح بشه، آقای ربیع اومد گفت نماینده های مجلس از من رشوه خواستن، بهشون ندادم، میخوان من استیضاح کنم. نماینده مجلس گفتن نه خیر. ایشون گفت بیاد این 500 تومن بهتون بدم، من استیضاح نکنید. یه نفری وسط داره دروغ میگه دیگه. بگید اینا رو پیدا بکنید، بعد ما اینا رو باید مطالبه بکنیم. ما اینا از مردم، از مسئولین بخوام. مسئولین ببین، تا نگریت طفل کی جوشد لبن. تا اون درخواست از ما نباشه، وقتی درخواست مردم چیز چرت و پرت و اراجیفه، اونا همین اراجیفه رو میدن. یکی از نماینده ها شاکی بود، از دست من میگفت تو توقعات اینا رو میبری بالا. فلان کسی بگه به من زنگ زده، نگاه کن مثلا زنگ زده اس ام اس داده که سنگ قبر با بابام تو قبرستون فلان روستا شکوندن، بیا جوابگو باش. نماینده زنگ زده طرف سنگ قبر باباش تو دهات شکوندن، نماینده بدبخت باید بیا جواب بده. بعد من بهش گفتم که خب این که این بنده خدا چرت گفته، این وظیفه تو نیست اما حقته. گفت چرا حق نمی؟ گفتم وقتی داشتی وعده میدادی همین وعده ها رو دادی. وعده آب دادی، آسفالت دادی، جوب دادی، هوا دادی، اقیانوس دادی، فضا دادی، مریخیار داد، عمر یه و مردم میگه خب همین به ما وعده داد، بریم سراغ همین. جا فرماندار، جا شهردار، جا قوه قضاییه، جا رئیس جمهور، جا رهبر مملکت، بالاتر، پایینتر، همه جور وعده داری میدی. مردم میگن خب مگه میشه اینقدر هرت باشه مملکت همینجا هر چی دلش خواست طرف یکی بیاد بگه؟ لابد دستشه دیگه بنده خدا. بیا سنگ قبر درست کن. وقتی هر چه دهنشون در میاد میگن هیچ پاسخگوی ما، هیچ معیاری وجود نیست اینو ملزمش بکنه. هیچی. 290 تا نماینده تو مجلس بودن، دوباره بررسی شده صلاحیتش از همون 290 تا، یه تعدادشون که شرکت نکردن چون میدونستن چه خبره. اصلا شرکت نگن تو مجلس، بدونید اونا که شرکت کردن 90 تاشون رد شدن. فساد اخلاقی، اکثرا هم فساد اقتصادی. حرف هم میزنم که سیاسی. چرا؟ چون خلأ قانونی داریم. قانون بعد یه قانون درست میداشتیم، هر جا اینا میگفتن دروغ گفته سیاسیه، شورای نگهبان دلیل رد صلاحیتشون خوشگل میذاشت رو اینترنت. آقا بعضی از مواردش من خودم اطلاع دارم با هیچ کسی. ما یه مجموعه داریم رو بحث شفافیت و مقالوا فساد داریم کار میکنیم. بعضی از اینها رو بنده خودم اطلاع دارم. فلان نماینده مجلس که با خود من دو بار سه بار جلسه گذاشته بود این آدم. اینا میدونن که اجازه تحقیق و تفحص دارن از مجموعه ها. یک مجموعه رو می‌خواسته برای تحقیق تفحص بکنه، خب بعد پیغام فرستاده برای مسئول اونجا که داداش ما می‌خوایم بریم تحقیق و تفحص، اگه می‌خوایم نیاییم انقدر پول بریز، اینقدر پول بدی. که من به عنوان مسئول این کمیته تحقیق و تفحص سراغ تو نیام. این نماینده مجلس یه باجگیره. خب کلی آدم خوبم داریم، زحمت کشم داریم، دارن زحمت میکشن حقیقتا تو مجلس. آدم باید منصف باشه، بعدشون میگه خوبشون هم بگو. اما وقتی اینجوری باشه بعد خوب قاطی میشن. مردم فکر میکنن
هر 290 اینجوری 290 تا انقدر بدن. من که از مشکلاتی که با پلیس داشتم همیشه بهشون میگفتم، گفتم آقا جون اینا تا فقط کافی بود، با جامعه پزشکی ما هم همینه، پلیس ما همینجوری بود، حالا بهتر شد الحمدلله، فقط کافی بود تو یه سریالی نشون بدی که پلیس رشوه میگیره، ناراحت میشدن، نشون میدادی که پزشکی داره رشوه میگیره مثلا زیرمیزی میگیره، ناراحت میشدن، شکایت میکردن از اون کسی که این فیلمو ساخته، بیچارهش میکردن. گفتم بابا شما همین هندی‌ها رو نگاه بکن، آمریکایی‌ها رو نگاه بکن، اینا که سینما دارن فیلم میسازن و اونا نگاه کن، تو فیلمش میگه پلیس دزد هست، اما همون پلیس دزد رو کی میگیره؟ پلیسای خوب. این چه پالیسی به مردم میفرسته، چه پیامی میده؟ میگه آی مردم پلیس بدم هست، اما اصل بدنه پلیس چیه؟ پاکه. این خودش پلیس بد رو میگه. اما وقتی تو میگه همشون خوبن، مردم میگه پس اینا کیشن تو جاده دارن از مرشوه میگیرن؟ پس کدوم دکتری از ما زیر میزی داره میگیره؟ پس اینا همشون دزدن. این خیلی بده همه دزد پنداری. از ماست که بر ماست. ما اینجوری مطالبه میکنیم، اینجوری جوابونو میدن. ویژن اینا نماینده ما هم. یعنی قرار بوده 85 میلیون بیان حرف بزنن، خب نمیشه 85 میلیون حرف بزنن، میان چند تا چند تا سهمیه جمعیتی میگن آقا این نماینده شما و تفکر شما، بیاد حرفشو بزنه اونجا، پیگیر کارهای شما باشه. درست شد؟ اولا که همینجا همه منطقه کوچیک دارن میبینن، هیچ کس رسالت کشوری اینا و جهانی و منطقه اینا رو نمیبینه. برای همین شما میبینید تو بحث برجام که اصل اقتصاد و همه چی اینا به اون گره خورده بود، هیچ کی پاسخگو نیست. برای چی؟ برای اینکه مردم اصلا در مورد برجام از نمایندشون چیزی نپرسیدن، گفتن اینجا آسفالت میشه یا نمیشه، کار شهردار رو خواستن ازش. بعد نماینده هم چون وعده میده بعد چیکار کنه؟ پاسخ بده، این دور بر رأی نمیاره، بگینه تو همون دور فوش میخوره، میخواد بیاد حوزه انتخابی بچرخه راه بره بیاد، چیکار میکنه؟ مجبور میشه که بتونه روی کار شهردار چیکار کنه؟ اثر بذاره. روی کار فرماندار چیکار کنه؟ اثر. اینجا میشه که آقا جنگ پنهانی قدرت شکل میگیره. مثلا میبینید چند تا نماینده مجلس یهو میان با هم دیگه یه طرح سوال از فلان وزیر رو امضا میکنن. دیدید؟ 10 نفر جمع میشن. بعد یهو خبر میاد میگه سوال خود را پس گرفتن. اولا بگو سوال چی بود؟ چرا سوالو پرسیدی؟ چی شد که پس گرفتی؟ هیچی. آقا خب چیکار کنیم؟ آقا ما یه کارخونه من باید بزنم تو فلان شهر، به مردم قول دادم. حالا این چقدر به صرف منافع ملیه؟ به هیچ، باز اون کارخونتون شهر بخوره. پارو میذاریم 10 نفری رو گردن وزیر صنعت معدن تجارت مثلا، میگم آقا این کارخونه باید اینجا بخوره، و اینا استیزایی و اینا فلان، میگم یا باش، میخواد بمونه سر جاش دیگه. برخی از این شبه من شهری تقریبا نمونده نرفته باشم، عموم شهر رو ایران هم 90-95% شهر رو رفتم. خب بعد از شهرها چندین مرتبه رفتم، مرکز استانی که 5 دور کل کشور رفتیم، سفرهای استانی اسم احمدی نژاد نرفته و سفر استانی ما بیشتر از اون رفتیم دوبار. خب بعد محضر شما عرض بکنم که من دیدم شهر، بعد از شهر ما رفتیم، موقع برگشتن پرواز گرفته بودن برای ما، ما 3-4 نفر بودیم تو پرواز، دوتا اون که اتونه امنیت پرواز بود، من و همین بقل لستیم بودیم اتونه. بعد چیکار کردن؟ این پروازم که هواپیما رو از وسط شروع میکنن برای اینکه این ثقل وزنش رو رعایت کنن، واسه ما این وسط نشستیم واسه هواپیما، این همون اول مهماندار اومد دو تا بسته غذا داد خداحافظ. اصلا مقرون به صرفه نیست اون شهر فرودگاه داشته باشه، فرودگاه بزنی کسی سواره. بعد من گفتم چه جوری اینجا میپره این چه قصه؟ گویا چی دیگه، فرمانداری اینجا میاد تمام صندلی‌ها رو میخره از پول بیت المال، هوا میخره کسی اصلا سواره. گفت اینجا چون به تهران نزدیکه مردم به اتوبوس میرن میان. خب این بعد الان هم تعطیل شد فرودگاه، بعد چند سال همینجور با 5-6 نفر پریدن. اون هواپیمایی که باید 100 نفر رو ببره، 50 نفر رو ببره، 200 نفر رو ببره، خالی داره میره. این استعلاق نداره؟ خب خیانت نیست به بیت المال؟ دین ندارید؟ بسیاری از همین شهرها اومدن پتروشیمی زدن در جایی که آب نداشتن. پتروشیمی نیاز اولیه‌اش آبه. برای چی؟ برای اینکه نماینده قول داده. نه پتروشیمی الان درست داره کار میکنه، نه مردم آب دارن.
کارگرش هم بیکار شدن اومدن دارن فوش میدن این برمون. آیا درسته؟ برای چی؟ اینکه مردم نمیدونن چی بخوان. همه خواسته ها منطقه‌ای کوچیک، در حالی که تصمیمات کلان بر اقتصاد کل ایران داره اثر میذاره. نماینده مجلسه که اون وزیر رو میکشونه میره اینجا میگه جوابگو باش. مجلس ما خیلی قدرت داره. اینو به شما بگم، قانون رئیس جمهور رو پاسخگو به رهبر قرار نداده تو قانون ما، اما پاسخگو به مجلس قرار داده. رئیس جمهور 4 سال یه بار با رهبری کار داره، اونم چی؟ حکم تنفیذ، که اونم به هر کی رأی بدن رهبری حکم تنفیذ چیکار میکنه؟ امضا میکنه. یعنی رهبران شیعه در طول تاریخ جلو حرف مردم اینجوری وای نشستن. یعنی شما هر کی رأی دادید از امام همه امضا کردن، بنی صدر رأی دادید امضا کردن. بنی صدر رو کی برداشت؟ امام؟ خیر، مجلس. اصلا امام راضی نمیشد. فرمانده های سپاه وقت رفتن گفتن بابا یه اسناد لانر ما با هم چسبونیم، جاسوسی ندم در اومده، با رمز استی لوردوان داشته جاسوسی میکرده برای آمریکا. امام گفتش که مجلس. اون موقع رأی ما 100% بنی صدر، مردم گفتن خب یه رأی بالایی به این رأی دادن بچه آیت الله اقتصاددان اینا تو ذهن مردمه. امام بیاد یا این عرض کنه میگن ها شما آخونده دیدی یک کچلواری اومد از شما بیشتر میفهمه، نتونستید ببینید. خب چیکار کنه؟ این جامعه رأی که به اون رأی دادن باید با طیب خاطر با خیال راحت از رأیشون چیه؟ برگردن. بعد بله این حزینه داره. بله حزینهش چی بود؟ سقوط خرمشهر. کلی شهید دادیم. چرا؟ چون آقای بنی صدر مدل جنگ اینجوری بود، میگفت ما مدل روسا بجنگیم. روسا چون هواشون سرد بود میگفتن دشمنو را باز کن بیاد توی زمین خودت، چون هوا سرده اینا نمیتونن دووم بیارن، تضعیف میشن از بین میرن. آلمان و روسیه همینجوری اصلا آلمان تو شوروی شروع شد شکستش. همین فولکسا رو برای چی درست کرد هیتلر؟ برای اینکه رادیات نداشته باشه. اینا میگن برای روسیه ساخت یخ نزنه. بله با روغن این خودش خنک میکنه، موتورش هم عقبه. حالا اینا وارده کجا؟ تو خوزستان دشت آزادگان. باز گازشو بگیری رسیدی به اهواز با این استراتژی عجیب غریب مشکوک. امثال صیاد شیرازی ها اسلحه یواشکی میدادن به نیروهای مردمی که دفاع بکنن، صیاد شیرازی اخراج شد تو زمان بنی صدر. بعد بنی صدر دوباره برگشت. خب مردم به این نتیجه رسیدن به او رأی بدن. همین مردم باید برگرد. و اگر هم کسی قراره برخورد بکنه با اونها، رهبر نیست. امام هم این کار نکرد، هیچ کسی دیگه هم نخواهد کرد. بدونید اون کسی که برخورد کنه نماینده های همین مردم هم دوباره. عدم کفایت سیاسی به بنی صدر کی داد؟ نماینده های مجلس. مردم یک نفر انتخاب کردن، مردم فهمیدن اشتباه کردن، با کسای دیگه که انتخاب کرده بودن او رو برگرد برداشت. این درسته که مردم یاد بگیرن درست انتخاب کنن. اگه قرار باشه یک نفر جور همه مردم رو بکشه، خب چرا دیگه جمهوری جمع کنه انتخاباتو دیگه؟ که بعضی میدونید که تو همین مملکت ما نظرشون رو همین بود و هنوزم هست، میگن جمهوری رو جمع کنید که نه خطره. اگه قرار بود مردم کاری نداشته باشن، بدونید آقا جان اصلا بحث انتظار معنی نداشت. آقا شما بهترین حاکم دیگه، بالاتر از امیرالمومنین، بالاتر از امام صادق، بالاتر از امام رضا، بالاتر از اهل بیت، بیا بالا سر مردمی که نمیفهمن، خون به جیگرش میکنه. امیرالمومنین بالای منبر به گریه، علی خیبر شکن به گریه افتاد. خدا مرگتان دهاد، ای کاش هیچگاه شما را نمیدیدم و هیچگاه شما را نمیشناختم. جرعه جرعه جام زهر را در گلویم ریخت. شما را تابستان به جنگ فرا، به جهاد فرا میخوانم، میگویید هوا گرم است. زمستان فرا میخوانم، این امیرالمومنین اینجوری. حاکم بهتر از امیرالمومنین. یه جایی ازت میفرماد مانند پارچه سگ وصله شده اید. یک طرف پاره میشود میدوزم، آن طرف پاره میشود. یه به چند جاتون برسم من؟ اصلا قرار در طول غیبت و انتظار مردم آماده بشن.
مردم بفهمن، مردم تمرین کنن و تا روزی که این آمادگی شکل نگیره ظهوری نخواهد بود، بدونید. چرا؟ چون خدا میفرماد من 11 تا امام فرستادم به کشتن دادید شما، عرضه نداشتید حفاظت کنید ازش. تا روزی که آمادگی نداشته باشید امام 12 رو نمیفرستم. چرا؟ چون آخریه. یه مثال من میزنم، یه محله بود بچه های خیلی شیطونی داشت، بازیگوشی داشت، اینا میزدن یه نورافکن اینجا ناخته بودن، محله رو کلا روشن کرده بود، شبا خوب بود، حالا وجودش دیگه. این بچه ها اومدن میزدن این نورافکن رو با تفنگ ساچمه میشکندن، مثلا با تیرکمون میشکندن. اداره برق اومد یه دونه نورافکن گذاشت، دوباره شکوندن، دوباره 11 تا آورد گذاشت، زدن شکوندن، یه دونه دیگه بیشتر نداشت. گفت خب اینا تا آدم نشن دیگه نورافکن نمیزن. حالا بدبختی هاشون شروع شد. اونجا که تاریک شد مردم تازه افتادن تو چاله چوله، اونجا که تاریک شد خفگیری شروع شد، اونجا که تاریک شد تعرض به نوامیسشون شکل گرفت، اونجا که تاریک شد دزدی های خونه آغاز شد. ها؟ اغلای اون محل آدم و حسابی هاشون جمع شدن رفتن اداره برق، گفتن آقای اداره برق بله ما قول میدیم یه فکر با حال ما بکنیم. گفتم ما یه نورافکن بیشتر نداریم، اونم نمیدیم چون بچه شما میشکنه. گفتن تو رو خدا ما قول میدیم. آقا شما قول میدید جا بچه‌ت میاد میشکنه، ما دیگه نداریم، تموم میشه. اداره برق گفت ببین نداره، من فعلا یه لامپ 100 به شما میدم، نورافکن نمیدم، یه لامپ 50 لامپ 100 به تو میدم، اینجا روشن کنی، هر موقع من به نتیجه رسیدم بچه‌هاتون آدم شدن نورافکن خودم میارم میذارم. گفتن کی میاری میذاری؟ گفت اگه بهت بگم مثلا هفته دیگه شما 6 روز نمیشکنید، روز هفتم که نورافکن آوردم زدم میذارید میشکنید. نمیگه اونو من تشخیص میدم. در دوران غیبت اغلای شیعه گفتن باشه. یه مثال دیگه برات بزنم بحث جا بیفته. ادریس پیامبره، ادریس پیامبر نام دیگه ایشون اخنوخه. این مردم قدرشو نمیدونستن، حرفش گوش نمیدونن، اینم از خدا خواست حاضر فراغون به قولی ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، نمیگه حضرت موسی و هارون فرمودن، فاصله افتاد بینشون. آقا اینا دوچار گرسنگی 40 سال گرسنگی کشیدن، فراغ عادی نبودا. مردم متاسفانه گرسنگی شکمی رو میفهمن، گرسنگی روحی و فرهنگی و دلی رو نمیفهمن. درد اینجاست که روز دنیا فقر و استضعاف فرهنگی داره، کنار گرسنگی همیشه کمی هم هست. حالا ندارم بیرم کشور آفریقایی و چی و چی اینا رو بگیم. اوغلای اونجا جمع شدن گفتن بابا ادریس رفت، خدا ادریس که نرفته که، مگه ادریس از ما چی میخواست؟ ادریس میگو آدم باشید، ادریس میگفت دروغ نگید، ادریس میگفت زنا نکنید، ادریس میگفت ربا نگیرید، ادریس مثلا اینا رو میگفت دیگه. ها بیاید ما خودمون زودتر شروع کنیم. شروع کردن خودشون متعهد کردن به اون دینداری، تا متعهد کردن خدا و حضرت ادریس برامون باش باید بری برگردی. حضرت ادریس عرضه داشت خدای اینا چیزن آینا میدونی که اینا خیلی قوم سرتقی بودن، همین تعلل باعث شد خدا تنبیهش کنه و اون گرسنگی که اونا کشونده بودن رو بر خودش کشوند. خب میگو حالا برو. ما در عصر غیبت جمع شدیم چی گفتیم؟ گفتیم که باشه امام زمان نیست، مگه امام زمان از ما چی میخواست؟ همه حرفی که امام علی میخواست، همه حرفی که امام صادق میخواست، جز اینه مگه؟ و آدم باشید. خب ما بیاییم دین رو اجرا کنیم. آقا بریم چیکار کنیم؟ کی از ما بهتر دین میفهمه؟ آقا بریم سراغ آخوند محلمون. سلام آقا، شما که از ما بیشتر دین میفهمی، اهل بیت از ما چی خواستن؟ آقا از من یه نفر است بیشتر میفهمه، مجتهد شهره، بیا بریم سراغ او. ها بریم سراغ مرجع تقلید. آقا رفت این مجتهدا با هم جمع شدن، گفتیم آقا بسم الله بیایید ما قول میدیم شروع کنیم، اون بچه بی تربیت های اون محله نباشیم. درست شد؟ مگه نه حلال پیغمبر حلال تا روز قیامت، حرام پیغمبرم حرام تا روز جان. شما انتظار مثلا اون زمان تشریف میرن حلال و حرام میکنن، حرام و حلال؟ عجب. جمع شدیم شد این خبره های اینا جمع شدن، گفتیم آقا بسم الله یه حکومت درست کن، یکی از خودتون هم بذارید اونجا مسئول، هم ما قول میدیم حرفش گوش کنیم هم خودتون هم گوش کنیم. اصلا مبنای شکل گیری جمهوری اسلامی همینه.
خدای خدا تا انقلاب مهدی از نهضت همینه دیگه، برای چیه بس؟ یعنی هدف این بوده. اما الان خدا وکیلی ما توی بررسی‌ها، تو کارامون، توی این چیزامون، الان ظهور مد نظر آقا اینه. اون نماینده مجلس ما خودش تو کجای پازل ظهور می‌بینه؟ کدوم مرحله ظهور میگه من نقش من کجای این نقشه است؟ وظیفه من چیه؟ امام غیر مستقیم در یکی از سخنانش اشاره میکنه مسئولی تو جمهوری اسلامی نگاه آخر و زمانی و مهدوی نداشته باشه خائنه. مگه ما انقلاب کردیم که مثلا فقط شاه بندازیم بیرون؟ قول خیلی از این امریکا شاه نداره، ما فرانسه شاه نداره، آمریکا شاه نداره، مشکل بشر حل میشه؟ فکر کردیم مشکل قوم موسی فرعون بود، خب فرعون رفت و آب خفه شد، چرا نه دوباره برنگشتن مصر؟ فرعون و جنوده، درسته؟ فرعون و سربازاش، لشکرش غرق شدن، اینا بودن اذیت میکردن که خب اینا آشو با جاش میرفتن میگرفتن برنگشتن مصر. چرا برنگشتن؟ چون اصلا هدف این نبود که تو توی زندگی مثل مصری ها داشته باشی، که هدف این بود بری به سرزمین مقدس حکومت خدا تأسیس کنی. برای همین تو مسیر اینا چی گفتن؟ تا گفتن که خدای ما خسته شدیم انقدر نمیدونم با مصیب زمین پیاز و این چیزا بده ماها، من و سلوا به ما دادی، دو تا غذا میداد تو رو حضرت اردو داشت اینا رو میبرد این بار تو رو دو تا غذا بهش میگه من و سلوا گوشت بلدرچین با همین میشه چیز ترنجبین، ترنجبین خیلی خوبه ها، یعنی این چیز قرآنیه. خب بعد ترنجبین بهش میداد اینا یه خورد، البته یه هفته به خودت هم چلو کباب بدن دیوونه میشی ها. خب اینا قضاشون چون یه روز برای چون گفتن لن نصبر، آیا اون صحبی اینجا پیغمبرمونی مخلص دم هستیم، لن نصبر الا طعام واحد. لن تو زبان عربی نفی الالعبده، یعنی فکرش هم نکن دیگه ما یه غذا رو بخوریم عمرن. به حضرت عباس مثلا اینجوری اینجوری بخواه بگی امروزیش کنیم غیر ممکنه. لن نصبر فتح، پس بخواه از خدات خب که برای ما از زمین چی در بیاره، و فوم ها و عدس ها و بسل ها اینا رو میگه با یه خواهد عدسی پیازی سیب زمینی با ترکیری میگه همش بلدرچین بلدرچین، آخه حدی داره دیگه بابا. پاسخ موسی رو نگاه کنید، این قرآن یه تقلقلون میفرماییم قلقل میکنه، کتری هم میتونه قلقل کنه. خب به فکر کنیم پاسخو گوش کنید. اتستبدنون الذی هو ادنا بالذی هو خیر، آیا از تستبدنون یعنی دارید تقاضای تبدیل میکنید هو ادنا اون چی که پسترینه و هو خیر اون چی که بهتر، دارید بهترین رو با پسترین جا به جا میکنید. اینه اهبتو مصر، اهبتو رفتن همراه با تنزل مقامه. قال اهبت چی گفت؟ از خدا فهمیدم شیطان گفت برو ببینم، نمیخوام لفظ استفاده کنم اما اشتباه گم شو، گم شید برگردید به مصر، یا برید یه مصری پیدا کنید. یعنی چی؟ یعنی برگشتن به مصری که ولو توش فرعون هم نباشه اهبتوه، یه تو بی ارزشی پسترینی. حالا بعد 41 سال یه عده میگن آقا آمریکا میگه ما رو گرفتی دیگه، قبل انقلاب آمریکا ارتباط داشتی که، رفیقت هم بود که، هواپیما هم میداد که، انرژی هسته‌ای هم که خودشون اومده بودن مرا زده بودن، شراکت داشتی در شرکتی که سهام داشتی در 11% سهام بزرگترین شرکت غنی‌سازی دنیا ایران سهم داشت، سهام داشت درش. تو بعد 40 سال بگیره به همون حالت، پس بدون که باید سیلی خدا رو بخوری. اینا خوردن بنی اسرائیل. اصلا شما شنیدید خبری اشاره‌ای دارن ایشون میگه که اگه مردم ایران از اون آرمان‌هاشون دست بردارن سیلی سختی خواهند خورد. میگه که قرآن چی میفرمه؟ قرآن میفرمه که خدا رو نمیتونی سر کار بذاری. اگر شما فکر کردید میتونید با خدا عهد ببندید وعده بدید بعدم بزنید که ما قوم برگزیده، بیا علم تو برمیداریم میریم جلو حکومت الهی رو زمین تشکیل میدیم، لافشو بزنی هر قراردادی هزینه چی داره؟ فسخ، پدرتونو در میارم.
ببین چی کارشون کرد. و لعناهم، لعنتشون کرد. و لعنو، لعنت شدهان. قاتلهم الله، خدا بکشدشون. این آیه قرآنه. تو بگم حالت عادی بر نمیگردی، ملعون یعنی کاری میکنه خدا باید آرزو کنی یمن بشی، آرزو کنی. صدها سال اینا آوارگی کشیدن، بدبختی و بیچارگی کشیدن. الانم با این همه اولدروم بولدروم ای صهیونیستا فقط اومدن یه بخشی از فلسطین رو گرفتن، همونم دور تا دور خودشون چیه؟ دیوار کشیدن. ترس شب خوابشون نمیبره. این آقا دینداری، یعنی این اگه دنبال دنیای او یه بحث دیگه. شما فکر دجال که میگن یه چشه یعنی چی؟ آقا چیه یه چشه؟ اون یه چشه هم سر جاش نیست. اومدیم وسط. چه کار؟ دقت کنید نمیگه یه چش داره ها. بعضی اشتباه فکر میکنن. میفهمه دو تا چش داره. اما یکیش چیه؟ ممسوحه، کور شده. اون یکی تو پیشونیشه. میبینین چی؟ ما دو تا چش داریم. بله. یک چشم آخرت بین، یک چشم دنیا بین. چشم راست چشم آخرت بین، چشم چپ چشم دنیا بین. تو ادبیات روایی و قرآنی ما پروندت و اعمال آخر دست راست بدن کار درسته ها. میفرماد عین الیمن یمنا ممسوحه، چشم راستش یعنی آخرت بین نیست، ول اخرى او یکی یعنی چشم چی دنیا بینش وسط پیشونیشه. یعنی چی؟ یعنی تفکرش از این میگیره. ما چی میگیم؟ میگیم دو تا چشم داشته باشه. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه. ما هم بهشت رو میخوایم، هم حکومت، تشکیل حکومت خدا روی چی؟ زمین. اون ملک کبیری که خدا به آل ابراهیم وعده داده. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله. خدا از فضلش یه عطایی کرد فقط آتاین آل ابراهیم، به آل ابراهیم، به فرزندان ابراهیم. مردم حسودی کردن و این حسادتشون هم فعل مضارع استفاده میکنه، یعنی هنوزم دارن حسادت میکنن که چرا خدا اینا بیشتر داده. الکتاب از اینا پیغمبر آوردیم بیرون، والحکمه از بین اینا انسانهای حکیم آوردیم بیرون از آل ابراهیم. و آتیناهم ملکا عظیما، اون ملک عظیم هم مال ایناست. که ملک سلیمان ملک عظیم نیست، ملک کبیره. ملک عظیم در راهه. و به واسطه فرزندان ابراهیم رقم خواهد. قرآن هم به ما گفت این آل ابراهیم شاخه‌های مختلف داره. این شجره مبارکه ابراهیم، میگه که شجره مبارکه تو قرآن شجره حضرت ابراهیمه. شاخه‌های مختلف داره. یه شاخش یهودیته، اونم خودشون بچه‌های حضرت چی میدونن؟ ابراهیم. یه شاخش یه مسیحیته، اونم خودشونو قرآن میفهمه چه میفرماد؟ شجره زیتونه مبارکه است. این که لا شرقیه و لا غربیه، لا شرقیه یعنی لا نصرانیه و لا غربیه یعنی و لا یهودیه. میگه و اون شجره زیتون هم زیتون میدین دیگه، مراد از زیتون در قرآن کیه؟ امام حسین. تین امام حسن، زیتون امام حسین. و تین و زیتون و طور سین و هذا الولد الامین معصوم فرمود. میگه اون شجره در آل ابراهیم به واسطه حسین ابن علی ادامه پیدا میکنه. بعد پشت سر هم چی میفهمون؟ نورون علی نور. پشت سرش نور، پشت سر نور میاد. امام پشت سر امام تا میرسه به آخری. یهد الله لنوره من یشاء. و هدایت عظیم شکل میگیره. و ذالک الامثال نضربها للناس. من دارم مثال براتون میزنم. والله علیم. خود خود من خودم میدونم چیه. آیه نور خیلی عجیبه. سوره نور، آیه نور مردم میخونی هیچ ازش نمیفهمی. الله نور السماوات و الارض مثل نوره کمشکات. میگه خدا نور آسمان ها، زمین مثالش مثل چراغه. تو چراغه دو تا چراغ دونه، چراغ دونه چی؟ بعد روغن زیتون بهش میزنین، روغن زیتون نشرقی نغربی. چی میگه خدا اینا زبان آخرش مثلا داره مثال میزنه. دیوونه نری سراغ چراغا. نری سراغ چراغ. مثال دارم میزنم. مثل اینکه بگی که فلانی مثل شیره. یعنی چی؟ شجاعه دیگه. بعد بگیم که موهاش یعنی زرده، دندوناش یعنی مثلا میگه دیوونه. بابا من دارم مثال میزنم ها. قدرتش و شجاعتش و اینا مهمه.
قرض این که آقا این انقلاب اسلامی مسئول در تراز انقلاب اسلامی میخواد. حاج قاسم یه مسئول در تراز انقلاب اسلامی بود. نگاه کن وقتی نگاهش میکردی کیف میکردی، افتخار برات میآورد. غیر مذهبی هم نگاه میکردن حال میکردن، میگفتن این سر تا سر غرور ملیه، افتخار مملکتمونه، افتخار مرزهامونه. میبینی چرا؟ چون مسئول در تراز انقلاب اسلامی بود. این مسئولین کجا باید؟ ما اینا رو انتخاب میکنیم، ما با مطالباتمون به اینا جهت میدیم. شما کسی که نشسته پشت رولو بهش میگی کدوم ور برو، آقا اینجا نگهدار، آقا اونجا را بیفت، آقا این طرفی برو، شما گرفتی. او اگر وقتی ببینه شما همه خواسته هاتون همه چیزای بی خوده، همین کارا رو هم میکنه. میشن چی؟ موقع بعد دادن فقط یه بازی درست کنن. آقا بیا دختره برم ورزشگاه. بابا آفتاب لگن هفت از شما، من مردم گشنن، مشکلات دارن، بیکاری دارن، اعتیاد دارن، اینا برن ورزشگاه. خب بسم الله هماهنگ کردی ورزشگاه هم رفتن، حل شد، دلار اومد رو 3 تومن. شما که میگفتید آقا به ما رنگ ندید، دلار میشه 5 تومن. که برگاه تبلیغاتی موجوده، فقط 5 تومن ایراد داشت، از 5 تومن به بعد دیگه ما مشکل ایرادی نداره. به ما میگفتید آقا ما رای ندی جنگ میاد، سایه جنگ، سایه جنگ ازی بیشتر آوردید. کاری کردید جغلای کشورهای عربی هم ما رو تهدید میکنن دیگه. آقا اگه ما رای بدی پاسپورتتون رو افتخارآمیز میکنیم. کدوم پاسپورت؟ خودتون آمریکا را نمیدن. یه خیابون 100 متری درست کردن داداش، میری عقب گرد مثل پاسپورت اومد، بری بری برگردی، بری برگردی. نتیجه میره چه؟ خدا رو بذاری کنار همینه. خدا رو که میذاری کنار میگه بسم الله، حالا خودت برو جلو، با تدبیر خودت برو جلو. حالتو بس. هر جا وایستادی شما دفاع کردی از آنچه برای خدا مهم بود. آقا جون یه سوال از شما دارم، دشمن ما کیه؟ نه سوال واقعا این چیه؟ به جواب این چیه؟ دشمن ما دشمن خداست، تموم شد. هیچ تعریف دیگه نکنید. قرآن دیدید؟ یه عدو الله و عدو بکن. زمانی که دشمن شما با دشمن خدا یکی شد، تازه یعنی مسیر درسته. آفریقا ما انقلاب کردیم، با 2 کشور ارتباط نداشتیم. 1 رژیم صهیونیستی اسرائیل، 2 آفریقای جنوبی. دو با اونا دیگه چیکار دارید؟ دیدیم سیاه‌پوستا رو میکشن. مسلمانه؟ نه. همینا؟ خیلی شگفت انگیز بود، کل مردم دنیا بدونن. عامل دشمنی از بین رفت. ماندلا اونجا انقلاب کرد. نظام آپارتایدی از بین رفت، هرچند الان کل پول و پله هنوز از سفیدپوستاس اونجا، بدونید. اما ایبی نداره، حالا دیگه حداقل این نظام آپارتایدی که سیاه‌پوستا رو می‌کشتن، بدبخت می‌کردن، اذیت می‌کردن از بین رفت. الان ما با آفریقای جنوبی دشمنیم؟ نه، برای یکی از کشوری که با ما رفیق آفریقای جنوبی، الان با هم مراوده اقتصادی و فرهنگی و این چیزا داریم. ما دیوونه. آقا عامل دشمنی ما عراق هم چی بوده؟ صدام. و به درک واصل شدن رفیقیم. 12 میلیارد دلار صادرات داریم. اگه همین عراق نبود کجا می‌خواستی نفس بکشی شما؟ دیوونه ایسی بیار کنم دشمن ترشیه کنیم. دوتا مثال زدم. اما عامل دشمنی رژیم صهیونیستی چی بود؟ بچه کشه، قاسبه، یزید و هرمله است. برطرف شده؟ این من نه عاشق چشم روی کسی هستیم الزامن، نه از کسی الزامن چی؟ بدمون میاد. ما نگاه میکنیم، ما به اهل بیت چی میبینیم؟ چه عرضه میدهیم؟ اینی سلمون لمن و حربون لمن؟ یا عبدالله دشمنی تو دشمن منه، ولو نشناسمش، ولو نبینمش، ولو تو را ندیده باشم، یزید دشمن منه، ولو 1400 سال باش فاصله داشته باشم. آقا جان هر دوست منه، ولو تو سپاه یزید بوده برگشته، جا بازه بر برگشتنش، میپذیریمش، هر خطایی کرده پشیمونه، مخلصشم از سپیه. آقا جان از ما موسیقی دینه خون جلو تر بزنیم که هر ما با هرمله مشکل داریم. عربستان سعودی در حمله به یمن روز اول یا دوم جنگ کارخونه شیرخشک صنعا رو زد. آمریکا در حمله به عراق کارخونه شیرخشک عراقی رو زد.
اونا هر ملن دیگه بچه کوچیکم رحم نمیکنن. ما با داعش دشمنیم. قرآن بخونه به درک. قرآن به درک. نماز بخونم بزن به کمرش. از شیطان بیشتر اینا نماز میخونن؟ قرآن اینا رو جواب داده. یه سوال. شیطان به لحاظ اعتقادی چیا رو قبول داشت؟ یک، قبول داشت خدا یه دونه است. دیگه خود قرآن میگه من انی اخاف، من خودم میترسم از توی خدایی که رب عالمینی. معاد قبول داشت نه؟ قبول داشت. الی یوم یبعثون، تا روز قیامت به من وقت بده، یعنی روز قیامت قبول داری. مشکلش من چی بود؟ یکی خدا را عادل نمیدونست. خیلی خوشگله افتخار کنید به مذهبتون. یکی خدا را عادل نمیدونست، گفت رب فب ما اغویتنی، خدای تو جلو رشد منو گرفتی، نسبت ظلم داد به خدا. دو، خلیفت الله قبول نداشت. دقیقا شیعه این دوتا رو میره تو اصول مذهبش، امامت، عدالت. ولی نمازخون از شیطون ما نمازخون بیشتر نداشتیم. 6000 سال جونور نماز. الان انگلیس مشکل داره با نماز خوندن ما؟ به خدا نه. اینقدر نماز بخون تا فنر کمر در بره. درک. با دور حج خونه کعبه چرخیدن مشکل داره؟ اینقدر بچرخ تو سرگیجه بگیری. چه کار داره؟ عبدالله فرمود مثلی لا یبایع مثله. یکی مثل من با یکی مثل یزید بیعت نمیکنه. اینو هیچ وقت نفهمیدیم. ما فقط بیعت نکردن خود امام حسین و یزید رو دیدیم. مثل من با یکی مثل یزید بیعت نمیکنه. یعنی برادر من، خواهر من، بگرد ببین مثل یزیدها را پیدا کن و مثل حسین ابن علی علیه السلام باش و بیعت باشون نکن و بر علیهشون قیام کن. این هدف عاشوراست. بر هم میشه کل یوم میشه عاشورا، کل ارزم میشه کربلا. بسم الله. هر جا باشینه معلومه جلوی یزیدی های زمان که به اسم اسلام آمده مثل داعش با میسته میجنگید. داعش کثیفی که زنای کرد ایزدی رو برداشت اسیر گرفت. کرده ایزدی، این ایزدی ها مسلمان نیستن، آدم که هستن. این هم براتون حل میکنم، برم سریع دوباره بحث مجلس اینو حل میکنم. اصلا کافر، کافر، ما هر کافری رو نمیریم باشت جنگ نداریم. ما میدونید که شما بارها شنیدید امام صادق علیه السلام با کافران نشسته بحث کرده. ما حضرت شمشیر کشید، شما چی؟ آه من خدا قبول ندارم. آه زد گردنش انداخت. کجا هم چیزی دیدید نشست بحث. حتی یکی از این یاران حضرت با یک کافر با این زندقه بد بحث کرد. یعنی آخرش که بارگام شما تو آدم بشو نیستی، مثلا برگشت گفت تو شاگرد جعفر بن محمد نیستی، الکی میگی. من با خودم بحث کردم، خیلی مؤدبانه بحث میکنه. باش بحث کرد، میگه خب این سوال داره. لاک رو حفظتیم. میخواد بگرده پیدا کنه. باشه بگرد. اما بگرد پیدا کن. 50 سال طول کشید ایبی نداره. اما اگه رسیدی بعد قرارداد به امضا کنی و هزینه فسخ کنی. چرا تو از دین برگردی میری این ور ور اعلام میکنی که این دینه به درد نمیخورد. بی خود کردی. خوب فکراتو 99 سال فکر کن بعد بیا بدی. حضرت سلمان اگه با پیامبر آشنا نمیشد چطور مرده بود؟ به مرگ جاهلیت. میگه که پیرمرد سفید کرده بود پیغمبر رو دید. آقا بخیر شد یا نه؟ چه آقا بد بخیری من نا اهل بیت. ما با هر کافر مشکل نداریم. اینا بدون اینا اصول اعتقادات ماست. ما با چی مشکل داریم پس؟ ما با مستکبر مشکل داریم. مستکبر یعنی کی؟ ببین باب استفعال، نمیخوام حالا خیلی پیچیدش کنم. باب استفعال باب طلبه. مگه میگه استعلام کن، یعنی به زور برو اون علمو بگی، خبرو بگی بیاد. استخبار به زور حرف میکشه، یعنی اطلاعاتی عراقی میگن استخبارات. درست شد؟ یعنی به زور یه کاری کردن، طلب یه چیزی کار کردن، یکی از خواص بابه. خب حالا نکته استکبار یعنی تو گنده نیستی، ادعای گندگی میکنی. چون بزرگی فقط از آن کیست؟ الله اکبر. مقام کبریایی مال اوه. ما با هر کسی رو کره زمین ادعای خدایی کنه مشکل داریم. بگه من خدای مردمم، غلط کردی. بگه من جون مردم دست منه، غلط کردی. بری مردم بکشه. بگه آب و نون مردم دست منه، روزیشون دست منه، خیلی غلط کردی. رزاق خداست میدونم. ما غیرت بریم رو خدا. حالا یه سوال، این مستکبر ببین شیطان گندگی کرد. قرآن فرمود ابا واستکبره.
در مورد یهود خود انقدر لعنشون میکنه، میگه میفرمون مستکبرن. خیلی جالبه ها. آقا یه سوال، یهودی ها الان تو دینداری مثلا بدونید به ما خیلی شبیه ترن تا مسیحی ها، میدونستید؟ یهودی ها تو دینداریشون به ما خیلی شبیه ترن. یهودی ها موحدن، مسیحی ها سست خدا هن، تسلیس دارن. مسیحی ها گوشت خوک میخورن، یهودی ها نمیخورن. مسیحی ها ختنه نمی کنن، یهودی ها ختنه می کنن. بعضی از احکام ما که مکروهه در یهودیت حرامه، یعنی جا حتی سفت و سختر هم هست. با این وجود آیه قرآن میگه خدا یهودی ها رو لعن میکنه، مسیحی ها رو میگه نه رفیقاتونه. مسیحی امام هم قبول داره؟ نه. قرآن هم قبول داره؟ نه. پیغمبر هم قبول داره؟ نه. مکه هم قبول داره؟ نه. چی ما قبول داره؟ یعنی این همون یهودی هست که اونم قبول نداره. تازه یهودیت در احکام به ما چیه؟ نزدیکتره. پس چرا میگه اشد الناس عداوتا للذین آمنوا الیهود؟ بدترین دشمن برای مؤمنین یهود و بهترین دوست ها برای مؤمنین مسیحی ها. قال انا نصارا. چرا؟ آخر آیه میفهمن ذالک بانهم قوم لا یستکبرون، چون مسیحی ها مستکبر میگن. نه که این اسرائیل درست میکنن. گرفتی چی شد؟ استکبار. خواه آن مستکبر، گوش کن، شیعه 12 امامی باشه، صبح تا شب نماز بخوانند، شب تا صبح شب زنده داری کنند، روزها روزه بگیرد، دائم حج عمره برود، مستکبر باشد، ما باشیم بجنگ. آقا داعش مسلمونه، مستکبره، جان مردم به دست گرفته. تو شهر دیالین کرده ایزدی رو برداشت آورد، زناشون رو جدا کرد، بچه هاشون دو روز گرسنگی داد به این زنا، بعد دو روز آوار بهشون چلو گوشت داد. اینا هم تشکر کردن و خوردن، گفتن راستش بخوای گریزاری میکرد، ما دل بچه‌هامون میخواد که همین گوشت چلو گوشتی که خوردی گوشت بچه‌هاتون. خب این حیوان چیه؟ با شیطون هم نماز میخونه. معیار نیست. چه بسا یک مسیحی در آن سر دنیا به من انقلابی بیشتر نزدیک باشد تا یک آیت الله در مملکت خودمان. تعارف نداریم. خدا با هیچ کس تعارف نداره. خدا پسرخاله نداره. تیکش هم میندازه به یهودی ها دیگه. یک یهودی ها میگه ما قوم برگزیده ایم. We are chosen people. ما قوم برگزیده ایم. خدا یه طرفه عاشقمونه. کتاب هوشع نبی. یوشع نه. هوشع. تو کتاب هوشع نبی میگن خدا یه طرفه عاشقمون شده، هر غلطی هم کنیم عشق یه سر است. دوباره به سراغمون. جوابش سوره مائده میده. یحبهم و یحبونه. شرمنده این چیزا نداریم. من عاشق کسی ام که اونم عاشق من باشه. جمع کن کازه کوزه تو اینو بابا. پدرت هم در میره. ان زعمتم انکم اولیاء لله، اگه شما راست میگید رفیقای خدایی، فتمنوا الموت. سوره جمعه. آرزو مرگ کنه بیاد این ور یه حالی بهتون بدم. اگه راست میگید والله یتمنى عمره اینا این کارو میکنه. والله علیم بالظالمین. یه خالی بندن اینا ظالمن من میدونم. خدا با استکبار مشکل. تو این ساختار ما باید مسئول انتخاب بکنیم. طرف اومده چرت و پرت به خورد ملت میده. مردمم جو میگیردشون. به قرآن آدم میخواد بزنه تو سرش. تو این قد و قوار مسئول انتخاب بکنید. چطوره که استاد حسن نصرالله غیر ایرانی داره سخنرانی میکنه، شما نگاه میکنی حزم میبری؟ فلان مسئول ایرانی داره سخنرانی میکنه، کانال عوض میکنه همراه با شست و فوش، هر دوتاشون هم لباس پیغمبر تنشون. اینا معیار نیست. معاویه هم لباس پیغمبر تنش میگرد. فکر مثلا معاویه کچلواری بود. خواه همون لباس تنش بودی. ما مسئولیم، خدا شاهده. جواب اون شیعه هایی که خون دادن به خاطر اینکه این انقلاب دست ما برسه، 300 سال پیش، 400 سال پیش، 1000 سال پیش، این مفاهیم به ما واسه والله العظیم باید جواب بدیم. سر صراط خیر تک تکمون میگیرن. مرحوم نجاشی در کتابش نقل میکنه در مورد یکی از علمای شیعه، میفرماد از ایشون حدیث نقل کنید، ایشون از ترسش تقیه میکرد، نمیگفت شیعه، زنش نمیدونست شیعه است.
طرف رفت از شفتین امام معصوم، از دو لبه امام معصوم حدیث نوشت، چند تا کتاب جمع کرد، چند تا تومار اومدن ریختن بگیرنش، همه رو قایم کرد توی باغچه خونه، زیر کف خونه رو کند و قایم کرد و رفت زندان. وقتی برگشت اومد به خواهرش گفتش که چی شد این کتابا؟ میخوام یادت داره میکنه. گفت برادر تو که رفتی دوباره اومدن اینجا رو گشتن، من ترسیدم، همه رو در آوردم آتیش دادم. اینجوری چهار تا حدیث به ما رسیده. 14,000 نفر رو در بغداد یک روز در زمان شیخ مفید سر بریدن به خاطر قدیر. 14,000 نفر. سال بعد قدیر رو پررنگتر برگزار کرد شیخ مفید. که من و شما امروز راه میفتیم میره خونه سیدا میچرخی میدیم آقا کجا بیشتر میدیم فلانی 50 میده ببریم اونجا. کلنا مسئول، ما هممون مسئولیم. اولا من یه صحبتی دارم با یه کاندیداهای محترم. عزیز من تو وقتی میای کاندیدای مجلس جمهوری اسلامی میشی، یعنی تو میای کاندیدای محل قانونگذاری و ساختارسازی و برطرف کردن ساختارهای غلط نظامی میشی که این بار رو دوششه. حرکت انبیا ایران گلدان درخت انقلابه. بله این شاخهاش الان رفته، این شجره طیبه به لبنان رسیده، نیجریه رسیده، ها، اما این گلدان باید بزرگ بشه برای این درخت، وگرنه گلدان ترک برمیداره. این گلدان باید رشد بده، باید قوانینش اصلاح کنه، دائم برخورد کنه با فساد، باید الگو بشه. اونجایی که شما انقلابی عمل کردی مردم دستت هم میبوسن، درست عمل کردی، کارآمدی داشتی، به فکر مردم بودی، دستت هم میبوسن. مردم قدردانن، چش دارن میبینن، دارن میبینن کی تو زلزله کمکم کرد، کی تو سیل کمکم کرد، کی وقتی تهدید امنیتی پیدا کردم اون تهدید رو برطرف کرد. حالا چهار نفر همین واسه شانتاج میکنن، طبیعیه. هست عملیات روانی از زمان معاویه هم بودن. انقدر معاویه عملیات روانی کرد، انقدر کار رسانه کرد، زمانی که امیرالمومنین خبر شهادتش رسید به شام، مردم شام میگفتن چی شد؟ گفت علی ترور کرد. گفت کجا بود؟ تو مسجد. گفت تو مسجد چی کار داشته؟ میگه نماز نمیخونده. بر راه کوچیکو میآورد میداد به بچهای کوچیک، میگفتن اینا رو امیرالمومنین معاویه داده. بعد که این بچه با این بره اخت میشد، چند ماه میگذشت، خود پروار میشد، بزرگ میشد، به زور میمدن میگرفتن، میگفتن علی گرفته. خب این بچه ها بعدن چی میشن؟ کسایی که جلو فرزندان امیرالمومنین میایستن. یعنی همون جوری که الان شبکه کارتون میزنن بر بچه تو، اون موقع مدلشون بوده. شبکه های اجتماعی داشتن، بیخ گوش هم دیگه شایعه میپروکن. میگم ببین چه کار کردن که مولود کعبه رو دارن میگن تو مسجد چیکار داشته. الان نیست، الان چلاغن، ابزاراشون والا بیشتر شده، مهارتاشون هم خیلی دقیقتر شده. جز اینه؟ از کجا معلوم الان من اون شامی ماجرا نباشم؟ از کجا معلوم من دارم حقو میبینم؟ باید خودم رو رشد بدم، باید بفهمم. آقا من اصلا بحث دنیا ندارم، بحثم آخرته. چجوری میخوام جواب 230,000 تا شهید رو بدیم؟ بچه رفته پرپر شده که تو یه آدم خلوچل انتخاب کنی بره بدزده، هم خیر تو رو میگیره و انتخابت، هم خیر او رو میگه غلط کردی دزد انتخاب کردی، غلط کردی ازش تضمین های لازم رو نگرفتی. برای خودتون حاضرید اینجوری برید زمین بخرید که برای یه مملکت مسئول تعیین میکنید؟ به کارت شارژ رای میدید؟ یعنی شهرها رفته میگفته اینجا آقای فلانی اومد رای خرید با کارت شارژ، شارژ ایرانسل میداد رای میخرید. وای تو شرفتو داری تو میفروشی؟ اون دونه باید جوابگو باشی. بارها گفتم شاهرود رفته بودم سر مزار شهدا سخنرانی داشتم، داشتم گفتم شهید رضا نادری، عکس گرفتم گذاشتم تو اینترنت سرچ کنید میاد، دیدم اینجوری نشه. هانه برادر کجا میروی؟ اندکی درنگ کن. دیدم داره با ما حرف میزنه، وایستادم. بقیه سنگ قبر خوندم. آیا فکر کردی با یک فاتحه بر سر مزار من و امثال من باری را که بر دوش تو گذاشته ایم رها خواهیم کرد؟ گفت فکر کردی مثلا من اینجا محتاج فاتحه تو ام؟ پاشی اینجا یه فاتحه بخونی منت هم اطلاع سر مار بذاری، پاشی بری پدرتو در میاری. جوونیمو گذاشتم رفتم، 40 سال مادرم زجه زده، زن و بچه‌شو ول کرده رفته که تا هر جوری دلت خواست به این مملکت تا بکنی
عامل مسئولی که میاد کاندیدا میشید در معرض انتخاب قرار میگیرید، واقعا خودتون تو قد و قواره معرض انتخاب قرار میگیرید، یعنی احتمال انتخابات وجود داشته باشه ولو 1% احتمالش هست، واقعا خودتون قد و قواره اون جایگاه میبینی؟ مسئله دوم، آی مردم یا آدمایی که دارید انتخاب میکنید تو قد و قواره و جایگاه هستن؟ چی ازشون میخواید؟ اینا باید بیان خیال ما راحت کنن. 290 نماینده رفتن تو. یه عده‌شون که بابت فسادشون میدونستن اگه دوباره شرکت کنن رد صلاحیت، هیچی، 90 تا یا یک سوم رد صلاحیت شدن. خب این دیگه چیه؟ اینجا مجلس چیکار میکنه؟ اینجا مثلا کارخونه فاسدسازی آدماست. این چه وضعشه؟ شورای نگهبان هم یا اکثریتشون اقتصادی هم. چه تضمینی وجود داره؟ آقا جایی که نظارت نباشه بچه پیغمبرم فاسد میشه. چه که سفید امضا به هیچ کی نده. هر کی اومد گفتش که آقا من بهتون تضمین میدم فاسد نشم، او کذابه. زبیرش فاسد شده، تو گرد پای زبیرم نیستی. زبیر پسرمه از زهرا بود. زبیر کسی بود که امیرالمومنین زبیر رو تو خونش راه داده بود، عباس عموی خودش رو راه نمیداد اون موقع که از زهرا بستری بودن. زبیر کسی که از زهرا به امیرالمومنین عرضه داشت یا علی من دوست ندارم رو این تابوتای عربی تشییع بشم، منو ببرید پیکرمو. تابوتای عربی مثل برانکار بود، برانکار بیمارستان هست، من مثل این تابوتای یمنی میخوام که دیواره داره. خب اگه وقت نمی کنی بگم پسر عمم زبیر بساز. زبیر کسی بود که بعضی از جنگا دوشا دوش امیرالمومنین میمیسه، وقتی همه فرار میکردن ما میساز میجنگید، لقبش گذاشتن سیف الاسلام. زبیر کسی بود که امیرالمومنین در وصفش فرمود ما زال از زبیر کام رجلا من ناه، چیزی نمونده بود اما اهل بیت باشه مثل سلمان. این زبیر چپ کرده جهنمی شده. امیرالمومنین فهم قاتل و مقتول کلاه ما فی النار، یعنی جهنمیه، در آتشه. و تو کی هستی که فکر میکنی چپ نمیکنی؟ آقای زبیر بگم چی شد چپ شد؟ یک، پول، دو، بچه، این دوتا، مال و اولاد. قرآن میگه میگه مال و اولادتون فتنه است. بعد امیرم میفهم حتی نشه ابن المشوم عبدالله، تا این بچه شومش عبدالله ابن زبیر بزرگ شد، این خرابش کرد، هی بیخ گوشش خوند، پولم بد گرفت. آقای زبیر در زمانی که از همین آقایانی که قبل از امیرالمومنین بودن یه قانون بدی گذاشته شد، این خوبه گوش کنید، این قانون تضاد طبقاتی به وجود میورد. قانون آدم فاسد کن. قانون چی بود؟ تو فیش حقوقی شما از بیت المال پول میگرفتی، اگر صحابه بودی بیشتر پول میگرفتی، اگر زودتر اسلام آورده بودی بیشتر پول میگرفتی، اگر تو جنگا فتوحات شرکت کرده بودی بیشتر پول میگرفتی، درصد هم از فتوحات داشتی. بر همینا عشق داشتن فقط فتوحات انجام بدن. زبیر، همین زبیر، همین زبیر. ببین که واقعا اینم بهتون میگم، وقتی حمله کردن به خونه حضرت زهرا، تنها کسی که شمشیر کشید زبیر بود، که شمشیرش خورد به طاق سقف افتاد خلاص سلاحش کرد. زبیری که تو شورای 6 نفره به کاندیدای ریاست جمهوری بود، خودش مثلا اینجوری بگم 6 نفر کاندیدا بودن، به نفع امیرالمومنین رفت کنار و رأی داد به امیرالمومنین. درد ما اینه که نمیفهمیم، فکر می‌کنیم مثلا ما تافته جدا بافتیم. نه یا آقا ما محب اهل بیت این جوره. هم کلی کاسه گذت بابا، چرت و پرت مزخرفات تو مخت کردن، اراجیف تو مخت کردن، و محب نبودن. امیرالمومنین چی میفرماد؟ برخی از محبین ما هستن که 300,000 سال از عذابشان در جهنم میگذرد و سپس خدا به ما اجازه شفاعت میده. برو 300,000 تا فکر کن. تازه نمیدونم زمینی آسمونی چجوری سالش. شیعه امیرالمومنین جهنم نمیره. نه محب. محبی که دوست دارم اهل بیتو، کشتی خودتو. کافراش دوست دارن اهل بیتو. برای چه سمت بدت بیاد از اهل بیت؟ اینا مظهر خوبی هن. کی از زیبایی بدش به دوست؟ نادونیه، آنورماله. یه نفر اگه از زیبایی نورمال نیست، غیر طبیعیه. یارو من یکی از این سیاپوستا نبود، کافر بود. امیرالمومنین که میزد بیرون صبح میمد وای میسه جیم
گفتن چیکار میکنی؟ گفت من علی ببینم بعد برم سر کار. برادران اهل سنت نقل کردن اینو، میگه ما بعد از احد یا خیبر، حضور ذهن ندارم الان یادم رفته، میخواستیم بفهمیم بچه‌مون حلال زاده است یا نه، میشوندیم رو دوشمون میبردیم علی رو بهش نشون میدادیم، میگفتیم بابای از این بچه پسرم از این آقا خوشت میاد یا نه، چون پیامبر ما فرموده بود معیار تشخیص محبت علی. نه کشتی خودت، نه من امام حسین را دوست دارم، میگه مثلا من این گل زیبا رو دوست دارم. هر آدم عاقل و سالمی باید دوست داشته باشه. این آقای زبیر موقع مرگش شتراش به کنار، اسباش به کنار. چرا میگی شتر اسب؟ بخاطر که شتر شاسی بلند، اسب سدان و اس یو وی، این ماشین عادی مرکبشون بوده دیگه. اوناش به کنار، کنیزاش به کنار، خونه هاش به کنار، زراعتاش به کنار، زمینا اینا به کنار، فقط پول نقد تو خونش صحیح بخاری نداره. من برای برادر اهل سنت میگم که دیگه صحیح تر از صحیح بخاری ندارن. و طبقات ابن سعد 59 میلیون درهم فقط پول نقد داشت. عرب عدد میلیون نداشته، نمیدونست چی باید بگه، میگفته الف الف، هزار هزار، شیش تا صفر. 59 میلیون درهم نمیدونی یعنی چند، بار توضیح میدم. 59 میلیون درهم یعنی 5 میلیون 900 هزار دینار. هر 10 تا درهم یه دیناره. پنج شد نزدیک این 5 میلیون 900 هزار تا بکنیم 6 میلیون از اول چیزو کم میکنم، نترس. خب 6 میلیون دینار، هر یه دینار 4.25 گرم طلاست. اینجا هم 25 صدامشو میندازم چون گردش کردم به بالا. 6 میلیون تا 4 گرم طلا، 24 میلیون گرم طلا، 24 تن طلا فقط تو خونش. سلطان سکه بوده. بچه میخندی چون ما فکر مثلا سلطان سکه از آسمون میاد؟ چرا تاریخ اسلام تو وهمیات جستجو میکنید؟ فکر یه بار این نفر پیغمبر رو دید دیگه مثلا بیری بهش؟ با این همه آدم حضرت موسی رو دیدن چرا جهنمی هن؟ پس این منافقینی که زمان پیغمبرن و قرآن میگه اینا جهنمی هن کی هن؟ اینا که هر روز پیغمبر میدیدن که گرفتید ما رو؟ یه چه دین داری؟ توف به این دین داری که بخواد فساد رو توجیه کنه؟ همچه چیز نداریم بابا. شد سلطان سکر جلو علی است، جلو حق وای می، آقا جلو حق وای میستی. وقتی مایدار شدی خیلی یا ببینی منافع مالی داره به خطر میفته، سخت از پول گذاشتن. مثلا 2 میلیون دلار مثال میذارم، تو خونه قایم داری، یا فکر کنی مثلا مردم دولت میخواد یه تصمیم بگیری که قیمت دلار مثلا میشه نصف، 2 میلیون دلار میشه 1 میلیون دلار دیگه. اونجا میگی که دلار کم بشه به نفع کشورمه، به درک 1 میلیون دلار ضرر میکنم، مرد میخوام اینجا. بحث تعارض منافع دیگه، مرد میخوام اینجا. هستی علکی لاف نزن. آه خدا، ما همه فوش میدیم اینو، خدا وکیلی راست حسین مسجد، آه خدا بزن به کمر خالی بند. میدونستین طلا میخواد بره بالا نمیخریدین، ببندیم دهنمونو دیگه. همینه، اورانت اطلاعاتی داشت. فرقش میدونی چیه؟ ما این میخواستیم بخریم پول مسی یه سکه میخریدیم، او داشت 20,000 تا خرید. قوانین در کشور ما داره تصویب میشه که این قوانین داره جام. آقا عاشورا کی ساخته شد؟ زمانی که اون آقایان اون فیش اوقیار درست کردن. این که مولتی میلیاردر شد حقیقی که دیگه پایمال میشه دیگه. این که فقیر مونده بود مجبور شد آدم این بشه. این که پولدار بود رسانه دار شد. شما میدونید که از این مفسدینی که گرفتنش، که بعدا هم علی ما شروع کردیم و شانتاژ کردن به خاطر همین بحثی که من مفسدینی که گرفتن، کانال تلگرامی 2 میلیونی داشت، کانال تلگرام میلیونی داشت. وقت پول داره دیگه، یه کانال 10 تا کانال تلگرام می‌خرید برای تبلیغ می‌کنن، کاری داره؟ آدم می‌خرید، کاری داره؟ مخصوصا وقتی فقر باشه. می‌دونید همینا کلمه تظاهرات و عراق پرچم آتیش می‌زنن، نمی‌دونم عکس شهید ابو مهدی رو آتیش می‌زنن، حاج قاسم آتیش می‌زنن، اینا با سفارت آمریکا در ارتباطن. سفارت آمریکا ماهی به افس به کس عراقیه که تو حوزه سایبری فقط کمکش کنن ماهی 50 میلیون تومان پول میده. معاویه پول نمی‌داد؟ چرا فقط بلدی بگه ما اهل کوفه نیستیم این حرفا؟ خب الان تو ببین، چرا فکر میکنه خدا اونا رو آزمایش میکرد منو تو رو ول کرده؟
از این توهمات بیایم بیرون. اینا خطرناک، اینا آخرتمون رو به خطر میندازه. امان از این فیش حقوقی ها، مردم رو فاسد کرد، فقرا رو آدم پولدارا کرد. ابو عبدالله رسید به سپاه هور، فرمود چرا دارید با من این کارو میکنید؟ پاسخ عجیبه. این چی گفتن؟ خفنا ترحل عطا. کسی نتا نگفته بهتون شما. ترسیدیم این بخش از فیش حقوقیمون حذف شه. گشنه ایم. گشنه بودن. گشنه بودن. آی مردم. اومده به ابن زیاد گفتن که ما میخوایم بریم جنگ. پول به اون میدی؟ ابن زیاد گفت پول نه. برید خودتون هرچا گیرتون اومد. گیرتون اومد. تنها کمکی که حکومت به اینا کرد بنزین ماشینشون رو داد به قولی. اون جو توبره اسبشون رو داد. گفت خودتو برسون کربلا خودت میدید. برای همین بود مسابقه میدادن با هم. برای همین بود از اون پیرن پاره نگذاشتن. برای همین بود فرصت ندادن گشتر در بیاره. میگفت دیر میشه. یکی دیگه دستم میقابه. برای همین بود سر سرا دعوا بود. برای همین بود دنبال آدم های سرسنگین میگشتن چون معادل طلا میدادن. طرف اومد لا اله الا الله. گوش کن، جمع نکنی مملکتمون همین خواهد شد. خدا با پیغمبرش اینجوری با امت پیغمبرش تا کرده با ما نکنه. طرف اومد نزدیک شد به یکی از این دختر بچه ها، شروع کرد گریه کردن. این داره گریه میکنه، خدا خیالش راحت شد، دست انداخت گوشوارشو کرد. گفت چرا گریه میکنی؟ گفت شما عائله رسول اللهید. گفت پس چرا داری گوشواره رو میکنی؟ گفت من نکنم یکی دیگه میکنه، من نخورم شنیدی سفره پهنه، من بر ندارم یکی دیگه بر میداره، مال حرام توجیه پیدا کنه، مال حرام. آقا این هدیه است، این کوفته، این زهرماره، حقمه. حرام خور جلوی امام زمانش میست. من نمیگم، از ابا عبدالله بپرسید یا ابا عبدالله اینا چرا ایستادن جلو شما؟ حضرت فرموده ملعت بتونکم من مال الحرام، شکماتونن سیستماتیک حرام خور شدن. در کشوری که قوانینش جوریست که پولدار پولدارتر شود و فقیر فقیرتر منتظر عاشورا باشه، در کشوری که دهک بالای جمعیتی یعنی پولدارها نسبت به دهک پایین جمعیتی یعنی فقرا 17 برابر یاران بنزین بگیرند، منتظر عاشورا باشی. در جامعه ای که چون پولداری میتوانی سربازی نروی، در جامعه ای که چون پول داری میتوانی زنت را بکشی اما رضایت بگیری، در جامعه ای که چون پول داری میتوانی وارد طرحی بشوی که بقیه مردم نمیتوانند وارد شوند، در جامعه ای که چون پول داری فرزندت در مدرسه ای درس میخواند که قبولیش قطعی است، در جامعه ای که چون پول داری در فلان بیمارستان خصوصی میروی بستری میشوی و فردا بهترین پزشکا عملت میکنند، اما فقیر در بیمارستان دولتی در صفه است، منتظر عاشوراها باید بود. این قوانین کی درست کرده؟ مجلس. کی باید جلوشو بگیره؟ مجلس. قرآن خوندی؟ یه کتاب خوبی است به اسم قرآن، وقت کنید بخونید. میفهمه یا رسول الله، ای پیغمبر ما، این غنایم جنگی رو بگیر بده به فقرا. که چرا؟ حالا ممکن اشتباه بخونم یه خورده عربیش رو، اما چون حفظ نیستم این آیه رو، این دوستان حفظن کمک کنن. کی لا یکون الدوله بین اغنیا من، این کار کن که یه وقت دولت دست مایداراتون نیفته، حکومت دست پولداراتون نیفته، که اگر پولدارها حاکم شدن برای خودشان قوانین تصویب خواهند کرد.
سال گذشته 40 نفر اول کنکور مملکت 1 نفرشان هم در مدرسه عادی دست نخورد. کی باید جلوی اینا رو بگیره؟ اون نماینده مجلس. قانونه. قوه مقننه کجاست؟ حالا رسیدی به حرف امام اول جلسه؟ مجلس در رأس امور است. اراده کنه وزیر عوض میکنه، اراده کنه رئیس جمهور رو میندازه کنار، قانون میذاره، تحقیق و تفحص میکنه. یه عجیبه، ما با چه تضمینی آدم میفرستیم؟ اینها رو مطالبه کن، بگو آقا جون داری میری چجور جلو قوانین فساد داره خواهی گرفت؟ آقا جون بیا برو تو اونجا مالیات بگیره پولدارا، چرا از بدبخت بیچاره، چرا هر جا شما کم میارید دست به جون فقیرا بدبخت بیچاره ها، برو پولدارا مالیات بگیر، از اونایی که چند ده هزار میلیاردی مجموع این مالیات هایی که فرار مالیاتی دارن اینا، چرا از اونا نمیری بگیری؟ چون پولدارها آدم میخرند و نخواهند گذاشت علیهشان قانون تصویب شود. در جامعه ای که تو آموزشت پولی شد، در جامعه ای که تو بهداشتت پولی شد، منتظر باش برخی از پزشکانش کاسب بشود. که تو بری تو مطب نمیذاره کارتخان بکشی، که چرا؟ چون کارتخان بکشی میره تو حسابش، نظام ازش مالیات میگیره. مالیاتو برای کی میگیره؟ برای مردم. وای دوز نیست؟ دوز کیه؟ حتما دست میکنه تو جیب یه نفر؟ یه نفر انقدر سیستماتیک و خوشگل به دوزده، انقدر حرفه‌ای به دوزده، دوز نیست؟ کارمند بدبختی بیچاره هنوز حقوقشو نگرفته، مالیاتش داره کسر میشه. بعد اینجا هیچ. بله معلمش هم اون موقع، ما پزشکای خوبمون به کنار، معلمه خوب، پزشک معلمش هم کاسب میشه، کلاسای کنکور رو نمیدونم هر روز تبلیغات تلویزیون اینا رو میگیره، چند هزار میلیارد تومان گردش مالی مافیای کنکوره. چون فکر کردی به همین سادگی مافیای آموزشی اجازه میتونه، اصلا وزارت آموزش اجازه میده یه نفر تو تبلیغات تلویزیون بهت بگه که آقا میخوای بهترین معلم بیاد تو خونت، بیا سی دی نه گفته زهرما رو بخن. به همین سادگی میشه؟ اینا رو مطالبه کنید مردم. بگو بابا لامصب میخوای بری اون تو، اولا تو واقعا تو قد و قواره انقلاب اسلامی؟ تو قد و قواره گلدان انقلاب اسلامی؟ تو قد و قواره اولین و مهمترین و بزرگترین سنگر انقلاب اسلامی تو؟ بعد میخوای بیرون، تو چیکار کنی؟ میخوام برم رأی تصویب کنم، از این به بعد مثلا خانوما سوار موتور میشن جفراه نما هم بتونن بزنن. خب حالا این هر شر و ور دارن میگن دیگه. یکی از این آقایان رفتاد مجلس، رفتاد دانشگاه شریف سخنرانی میکرد، داشت داد و بیداد با مینداخت، بلدن از این حرفا بزنن. جامعه جنسیه، از این حرفا که بزنیم کلا داغ میکنه، آمپرا میره بالا، همینو میبینن. جز این نیست، یه تعارف که نداریم که. سن ازدواج رفته بالا، بچه تمام ازدواج نداره، با چهار تا حرف حال میکنه بنده خدا. یه مسئول دولتی ما رفته اونجا سخنرانی میکنه، بله چرا نمیذاره خانم ها بره ورزشگاه؟ یکی این دانشگاه ببین، اینجا حرفا نزن. اینجا دانشگاه شریفه. بچه که نیستیم که، دلار چند؟ خب به ورزشگاه هم رفتن، دلار آوردی پایین؟ آقا هی میگم آقا یه قانون تد، همین امسال بودجه رو داشتن میبستن تو کمیسیون تلفیق، من داد میزدیم، توییت داشتیم میزدیم، ما این مردم یکی میاد صدا و سیما هیچی، اینا همه ول کردن به شر ور دارن میمن، اینا مسابقه گذاشته نم، کی میتونه تو 5 سال 6 ماه بپره بالا با اینا؟ دیو دل دیوونه گیر کردیم. بعد داشتن چیکار میکردن؟ دو تا پزشک تو کمیسیون تلفیق جلوی مالیات پلکانی پزشکانو گرفتن. خب معلومه دکتر میره برای خودش رای میده اونجا. آقا چرا از خونه های خالی، خونه های خالی که همجور رها شده، طرف حوصله نداره اجاره بده اینا رو، اینقدر ازش توپه، چرا از اینا مالیات نمیگیره؟ چون اگه مالیات بگیره مجبورش اجاره بده. اولا اگه نداد یه پولی دیگه دولت اومده، خب انقدر گیر نفت و اینجور چیزا نیستی،
هر روز قصه تحریم مریم برای ما درست نمی‌کنه. اگر هم داد قیمت خونه رو میاره پایین. وقتی عرضه بشه در تهران ما آدم داریم، آقای دکتر پروین پور میگه در تهران ما آدم داریم 10,000 تا خونه به نامشه. این عدد واقعی یا نفکر کنی یعنی خیلی زیاد. حالا مجلس میخواد قانون تصویب کنه که آقا از خونه خالی مالیات بگیری. شما جای آدم باشی چیکار می‌کنی؟ 290 تومان به هر کدوم چه آپارتمان میده. نمیگم اونا میگیرن ها، اما اگه شفاف بشه ما باید این دفعه مطالبه شفافیت کنیم. هر کاندیدای من حرف زد میگه ببین گوشه برم داریم میگه دوربین نمیزه میگه آقا یک اموال دارایی تو باید شفاف کنی، هدایایی که میگیری باید شفاف کنی، بعد خودتو اعضای درجه خانوادت، خب تمام رأیایی که میدی تو مجلس رو باید شفاف کنی، توصیه نامه‌ای می‌نویسی این بره بچه اونجا سر کار اونم چه بشه، همه رو باید شفاف کنی. خب بعد خدمت رأی تو مجلس باید شفاف کنی، حضور قیامت رو باید شفاف کنی. داری رأی آریا نمیدی با گوشید عکس میگیری میذاری روی کانال تلگرامی و نمیدونم پیج اینستاگرامت و نمیدونم چی چی و هر چی که داری، حالا هر کی ننش قرض کرده اینا داره دیگه. خب درست شد، میذاری اونجا درست شد. به من باید تضمین بدی تو دوز نمیشی، زوبر دوست شده. اگه گفتی نه من دوست نمیشم ببند دهنتو، اگه این کار نکنی نه شرف داری نه غیرت نه ناموس. خب میپذیری یا نه؟ اگه آره خب حالا خیرم، بعد تازه قبول بکنی به محض اینکه وارد مجلس شدی این قوانین تصویب بشه، برابر بچه فلانی سربازی نره، بچه بهمانی نمیدونم، بچه های همین اساتید هیئت علمی دانشگاه ها همه اومدن نشستن باشدن به سهمیه خانواده شهدا گفتن تو دانشگاه. اون مال زمان جنگ تعداد زیاد شهید داشتیم و ها الان که دیگه شهید چیزی نداریم، تعداد اومده پایین. بری سهمیه اعضای هیئت علمی دانشگاه رو چرا نمیگید اینا چه سهمیه دارن تو دانشگاه بچه‌هاشون؟ از این شهر به اون شهر، از این رشته میبرش تو اون رشته، اینا چرا که چی؟ حالا با گیرم پدر تو بود فاضل، فضل پدر تو را چه حاصل؟ بابات استاد دانشگاه باش، خدا پدرش میمزه حقوقشو داره میگیره. هیئت علمیه داره حقوق عالی میگیره کیف میکنه. به تو چه ربطی داری؟ شاید تو پخمه ای ارزه داری مثل بابات کنکور قبول شو، ارزه داری مثل بابات درس بخون، همه باید برابر باشن در مقابل قانون. طرف مولتی میلیاردره اینم میخوان جریمش کنن 40 تومن، و بدبخت بیچاره با جیان داره میره برم 40 تومن. خواهی که چرتانو پرت میکنه تو صورت افسر. من خودم دیدم یارو با پرادا اومده بود تو تر، به افسر میگه بابا لامصب تو داشت بنویس کار دارم میخوام برم. اما اگر کاری نداشتن ماشینت چیه؟ ماشینو میخوابوندن ما آدم میشد. اگر جریمه ها متناسب با چی بود؟ با درآمدت بود. ما درست میشد. قرآن ببین چی میگه؟ قرآن میفهمه آی زن پیغمبر بله شما اگه خطا کنید دو برابر حساب میکن. آه چرا؟ چون زن پیغمبر همینه، تو الگوی اجتماعی هست، همه باید برابر باشن. ما قانون درست حسابی میخواییم، همه باید در برابر قانون یکسان. امیرالمومنین چطور برخورد میکرد؟ بدون قوه قضاییه بدون وجود قانون نمیتونه برخورد کنه ها. قوه قضاییه باید یه قانونی باشه که بر مبنای اون عمل بکنه. این قانون کی باید تصویب کنه؟ ما دنبال چیم؟ کارت شارژ. چی کارمون کنن اون دنیا؟ درست مطالبه کنید، درست بخواید، بعد فردا اون آدم با اون وعده هایی که داده فقط کافی یه توصیه نامه بیاد بیرون برای یه نفر نامه نوشته. الانم که دیدی ملت همه چی عکس میگیرن میذارن شبکه‌های اجتماعی دمشون گرم. خب یه عکس بیاد که این تو سایتش نذاشته باشه، شد همون آدمی که نه شرف داره نه غیرت داره نه ناموس. برام فردا میتونه بیاد به توزیع انتخابی قدم بزنه؟ کاری نداریم قانون هست یا نیست، ما مطالبه میکنیم. ما ببین من میخوام تضمین من بده دوز نمیشی، بعد میگم من خب تو رأی بدم و اون دوری باید جواب بدم، رأی ندم باید جواب بدم. میگه چرا شرکت نکردی؟ چرا بی تفاوت بودی؟ حالا میخوام رأی بدم، میخوام آدم سالم رأی بدم. جز دوز جماعت آدمی از کسی به جیباشو بگرده نمیترسه. ببین الان اینجا یوی مثلا چه میدونم این ریکوردر من صدا ضبط میکنه گم شه، خب بعد خدای نکرده آقا یه نفر برداشته،
بعد اون دمه در وایستن بگن آقا ما میخوام ببخشید گروهتون والله باید بگردیم همه رو. کی شروع میکنه شلوغ کاری؟ دزده. همین که تو نمیگی دزدی. همین که نمیذاری مردم بفهمن دزدن. آقا نمیخوای مردم اموال داریاتو بدونن؟ نه یا من نامه فدایت شود برای فرستادم که باشی بیای اونجا کاندیدای مجلس بشی. نه یا امیران ما اینا را شیعه یاد گرفتیم این از اهل بیت امیران حاکم که شد فرمود وارد کوفه شد فرمود ای مردم فرزند ابو طالب رو ببینید با این لباس و با این اسب این دارایی من اومدم اینجا موقع رفتن هم یه لباسو داشت یه لباس راوی نقل میکنه بر دوش پدرم نشسته بودم و علی در مسجد کوفه خطبه میخوان گفتم پدر هوا گرم نیست چرا علی خودش را باد میزند پدرم گفت علی یک لباس بیشتر ندارد آن را شسته خیس به تن کرده دارد خشکش میکند الگوتون امیرالمومنین نیست اصلا الگوتون آمریکا مثل همین شیطان بزرگ بیاد مجلستون شفاف کنید چرا تو همه جای دیگه میخوای مثل آمریکا شی جایی که به نفع ماست نمیخوای بشی تو چرا هر خرابکاری آزمون و خطا هم کار میکنی چرا همش خرابکاری به ضرر ما میشه یه بارم شانسی با به نفعمون بشه بابا کور مادرزاد بذار روی به سمت دروازه خالی بگی شوت کن از 100 تا یه 10 تاش میره تو گل دیگه احتمالات دیگه یکیش میره تو گل تو چرا اینقدر فنی همه رو میزنی بیرون نه تو کور نیستی داری میبینی عمدی هم میزنی بیرون یه ماجرا نقل کنم و عرضم تمام رفع زحمت کنم ما پدر بزرگی دیم خدا حفظش بکنه خدا انشالله همه پدر مادرها و اینا رو حفظ کنه برای ما اونم که از دنیا رفتن خدا به حق این شب جمعه بیا موزشون همین تو که نشستید همین تو یه فاتحه هم بخونی برای رفتگان خدمت شما عرض بکنم ایشون یه روز ما گفت برو هندونه بخر بچه بودیم ما رفتیم هندونه خریدیم آوردیم اینجوری دستش گیری اینجوری کرد گفت چقدر گفتم 10 کیلو گفت 8 کیلو مثلا نیم گفت برو نگرش تو من گفتم من خجالم گفت برو بگو با بزرگم میگه بازم هندونه میخوام آدم حواس جمع بگو بچه رو چی بهش بگیم ما رفتیم گفتیم یه دقیقه وایستاد و با بزرگ ما تا اومد اول سویچ رو برداشت گفت چیکار میکنیم گفت وایستا هندونه رو برد تو بقالی اونجا کشید 8 کیلو نم 300 بود یا 200 200 گرم فقط اشتباه گفته بود بعد گفت آقا اشتباه شده گفت آه اشتباه شده چرا 12 کیلو نشده پلیس وایستاد پلیس رو کشون آورد اونجا اونم خبره بودن وارد من نمیدونستم موقع تا اون موقع نمیدون این سنگاشو برداشت داغ کرده بود سر به توش خالی کرده بود روش 1 کیلویی بود مثلا 800 گرم بود خب یارو گرفتن بردنش بعد داشت برمیگاش همجا گفت بازم اولا نه بترس نه خجالت بکش نه بدون اینا همیشه اینا که شانسی همش به ضرر تو در میاد یه بار به وجی چرا یه بار به ضرر ما یه بار به شانس سود ما نمیشه الان اینا دارن یک تصمیمات سیاسی و اقتصادی میگیرن همش به ضرر مردم میشه یه بارم به سود مردم میشه شما اگه بی سواد هم هستید خب تصمیم میگیرید آزمون خطا یکیش بگیره دیگه اینه آدم با سواد انقلابی حلال نون حلال خورده بفرستید کسی که با افتخار تو لازم نباشه ازش بپرسی خودش بیاد بگه آقا من این رأی دادم دلیلن اینه هر روز بذاره تو سایتش با افتخار تو هم بری چک کنی بگه خیالم راحت خدا شد این زیر نظره ترس نداره میگه جیبام بگرد تعجیل در فرج قطب عالم امکان حضرت صاحب زمان صلوات نبی فرمایید